نهمین روز اسفند ماه برابر با 28 فوریه سال 1308 خورشیدی برابر با 1930 میلادی، در گذشت احمد شاه قاجار، آخرین پادشاه سلسله قاجاریه در پاریس، وی که پسر محمد علی شاه بود در کودکی به ولایت اهدی رسید و در 12 سالگی پس از فتح تهران توسط مشروط طلبان و فرار محمد علی شاه به مقام سلطنت رسید. در دوران سلطنت وی حوادث مهمی در عرصه بین المللی و داخلی اتفاق افتاد که التیماتوم روسیه تزاری به ایران و اشغال برخی نقاط کشور توسط قوای روس، آغاز جنگ جهانی اول و تجاوز متفقین به ایران، انعقاد قرارداد ایران و انگلیس معروف به قرارداد 1919 وثوق الدوله و وقوع نهضت جنگل و قیام شیخ محمد خیابانی و همچنین کودتای اسفند 1299 از آن جمله‌اند. سلطان احمدشاه مدتی پس از سفر دوم خود به اروپا که 10 ماه به طول انجامید به کشور بازگشته، فرمان صدارت سردار سپه را صادر نمود و چند روز بعد عازم اروپا گردید، سفری که دیگر بازگشت نداشت. در غیبت طولانی احمدشاه، رضاخان سردار سپه به سلطنت رسید و سلسله قاجار رسماً منقرض شد و احمدشاه هم سرانجام در 34 سالگی درگذشت و در اتباط عالیات به خاک سپرده شد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، صدور حکم آیت الله خمینی مبنی بر تشکیل بنیاد مستضعفان. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مؤسسه‌ای در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایران است که از لحاظ حقوق نه مؤسسه دولتی محسوب می شود و نه شرکتی خصوصی، بلکه مؤسسه عمومی است که دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عمل کردش تنها می بایست به مقام رهبری جمهوری اسلامی پاسخگو باشد. این بنگاه بزرگ اقتصادی که زمانی به عنوان بزرگترین ملاک ایران مطرح بوده، بنا به فرمان سید روح الله خمینی و خطاب به شورای انقلاب، با اموال مصادره شده از خانواده پهلوی و تمامی خانواده‌های وابسته آن و کارخانه‌داران و بازرگانان ایران با هدف کمک به فقرا و نیازمندان تأسیس و در اداره کل ثبت شرکت‌ها به صورت غیر انتفاعی و دارای تابعیت ایرانی ثبت گردید. سال 1364 خورشیدی برابر با 1986 میلادی، ترور اولاف پالمه، نخست وزیر پیشین سوئد، که اگرچه در یک خانواده سرمایه‌دار به دنیا آمده بود ولی پیرو سوسیالیسم و مخالف نظام سرمایه‌داری بود و یکی از چهره‌های برجسته میانه رو و مخالف سیاست‌های خارجی آمریکا در سراسر خاک اروپا و جنگ ویتنام به شمار می‌رفت. و زمانی که وزیر آموزش و پرورش سوئد بود، در کنار دیپلمات‌های ویتنام شمالی در راهپیمایی علیه سیاست‌های آمریکا شرکت کرد. وی همچنین به عنوان میانجی سازمان ملل در حل مشکلات بین المللی مانند بحران خاورمیانه و جنگ عراق علیه ایران فعالیت چشمگیری داشت. پالمه سرانجام در 59 سالگی به هنگام خروج از سینما در یکی از خیابان‌های استکهلم مورد سوءقصد قرار گرفت و به قتل رسید.